و سلام خدمت شما بینندگان عزیز در برنامه دفاعیات مسیحی مهمان خانه های شما عزیزان هستیم و خیلی خوشحالم که در این برنامه هم میتونم باز ادامه بدم با دوست بسیار عزیزم دکتر ساستان توسلی ساستان جان خیلی خوش اومدی به این برنامه و خوشحالم که میتونیم با همین برنامه ها رو برای بینندگان عزیز ادامه بدیم مرسی رضا جان مرسی برای این دعوت و همکاری منم هم خوشحالم داره یواش یواش تو این سری جدید فک منم گرم میشه و هنوز یه عالم صحبت داریم که باید ادامه بدیم در این زمینه سندیت و اعتبار تاریخی اناجیل و عهد جدید امیدوارم که حالتون باز رو به بهبود بره و بهتر بشه تا بتونیم بیشتر این برنامه ها رو با هم ادامه بدیم بیم. و به حدی که وجدانتونم راحت باشه این برنامه ها در رابطه با اعتبار عهد جدید و اناجیل چند برنامه رو با هم داشتیم که این برنامه سوم از سری جدید برنامه های دفاعیات کتاب مقدس هست دفاعیات مسیحی و میخوایم که وقتو به شما بدیم برای بله طبق معمول عزیز. وقت بنده کم بود در جلسه پیش یا بنده حراف بودم یکی مخفش. از این دوتاش من نمیدونم مهنگ. یا من مخفش. پر حرفی بی جا میکنم یا وقت ما خیلی محدود تو این برنامه ها مخفش. ولی وجدان من راضی نبود از این که ما دوست. یه نکته خیلی مهمی رو سریع تموم کردیم میخوام به اون نکته اشاره بکنم و بعد صحبتمون رو جلو ببریم دوست. گفتیم که به نظر میرسه که اناجیل رو که خیلی از محققین عهد جدید میگن بین 70 و 80 میلادی نوشته شده با یه فاصله زمانی 40 50 سال بعد از زمان مسیح گفتیم میشه به نظرم خیلی زمان رو نزدیکترم کرد به عیسی مسیح به. و به دلایلش دیگه الان اشاره نمی کنم ولی یه نکته ای رو که تو جلسه پیش فقط اشانتیونی بهش اشاره کردم این بود که نه فقط ما اناجیل رو داریم در عهد جدید بلکه یه سری از رساله های پولس رسول هم اشاره هایی میکنه به قسمت های محت... مهمی از زندگی ایسای مسیح زندگی زمینی ایسای مسیح درسته که پولس بیوگرافی مسیح رو تو هیچ از نامه هاش نمی نویسه چرا؟ چون داره به کلیساهای می که مسیح رو به مسیح ایمان دارن دارن مسیح رو بله. می پولس هدفش از نوشتن رساله هایی نیست که زندگی مسیح زندگی نامه, زندگی نامه مسیح رو به کلیسا یاداوری کنه این هدف نوشته های پولس داره نامه می نویسه که مشکلات کلیسایی رو حل کنه نصیحت بکنه نصیحت شبانی بکنه یک آموزه الهیاتی رو داره تعلیم میده پس توی بحثا و سوال کلیساست که پولس نامه هاش رو می نویسه به اون مخاطبین پس هدفش نوشتن زندگی نامه مسیح نیست ده. ولی اشاره هایی پولس رسول مثلا اشاره خیلی مهمش به اساس انجیل پیغام مرگ و قیام عیسی مسیح در ده. اوله. قرنتیان فصل 15 بانه. قدیمی ترین نوشته ای که ما درباره مرگ و قیام مسیح و اینکه بعد از قیامش مسیح به یک سری شاگردان ظاهر شد اناجیل نیست بلکه رساله اول قرنتیانه یعنی همه محققین عهد جدید با هم متفق قولند که نوشته های پولس همش قبل از اناجیل نوشته شده یعنی ما درسته که ما الان کتاب مقدس وقتی عهد جدید رو باز میکنیم اناجیل رو اول داریم متا مرقس دوقا یوحنا اعمال رسولان و بعد نوشته های پولس ولی از تاریخی نوشته های پولس جلوتر از اناجیل نوشته شده و توی اول قرنتیان 15 وقتی پولس داره اشاره میکنه به سلیم مسیح و قیام عیسی مسیح محققین نقیده دارن که اوایل تا اواسط دهه 50 پولس رو نوشه یعنی 54 55 میلادی بعد توی اول قرنتیان 15 به خاطر وقتی که نمیخوام رو بخونیم پولس به کلیسای قرنتوس میگه دفعه پیش که من به شما بودم این پیغام انجیل رو به شما دادم توی اون... نامه قبلی میگه آره با... نامه... میگه به شما آره. گفته بودم آره. پس اشاره میکنه به سفر اولش به قرنتوس که تو دهه پنجاه داره اتفاق میفته بعد تازه بهشون چی میگه میگه اون چیزی رو که خود من دریافت کردم به شما دادم پلیس چی دریافت کرده پیغام انجیل رو کجا دریافت کرده بعد از روبرو شدن با ایسای زنده در راه دمشق پولس خودش میگه رفتم اورشلیم و با شاگردای مسیح پیغام انجیل رو چک کردم و شاگردای مسیح تایید میکنند خدمت پولس رو و محققین تخمین میزنن که فاصله زمانی اینی که پلیس به مسیح ما میاره با خود زمان ایسای مسیح یه فاصله یه سه تا پنج ساله پس ما انقدر فاصله ها دیگه داره کم میشه از داره تاریخی که ما کسانی رو داریم که دارن مطالبی رو برای ما می نویسن در یک فاصله زمانی 20 سال 25 سال 30 سال و بر اساس کسانی که شاهدین عینی زندگی مسیح هستند از نظر تاریخی قابل مقایسه نیست پیغام آخی. مسیحیت درباره اون اعتبار تاریخی اینو پس من فقط خواستم اشاره کرده باشم نکته رو میخواستیم اگه بله اگه اجازه بدید اون قسمتی که لغا حتی کتاب اعمال رسولان رو به نگارش در بله. میاره و یادداشت میکنه از تولد کلیسا روز پنتیکاست بله. اتفاقاتی که اون روزها میفته حرکتی که رسولان مسیح میکنن بعد از نزول روح القدس بله. و روز پنتیکاست و بعد از اون در جریان شهید شدن استیفان و ملاقات پولس در راه دمشق با عیسی مسیح این اتفاقات خیلی میتونه به همدیگه وصل کنه نگارش لغا حتی چقدر نزدیک بوده این دقیقا. فاصله زمانی دقیقا. پس, دقیقا. پس میخوام بگم که ما میتونیم پس وقتی که فاصله زمانی اینقدر کم میشه از نظر تاریخی جایی نمیذاره برای یک کلاق چل کلاق شدن جایی رو نمیذاره برای اینکه یک پیامبر یهودی عیسای مسیح تبدیل بشه به پسر خدا و نجات دهنده بشریت و خدای جس پوشیده یعنی ما نمیتونیم بگیم که تعالیم ایمان مسیحی نسبت به مسیح قلوف که قرن ها طول کشیده آقا نسل در نسل این پیغام بزرگ بزرگ شده مسیح از یه پیامبر تبدیل شده به یه خدای جس پوشیده ولی اولش اینطوری نبوده نه اناجیل فاصله زمانی ما رو میبره خیلی نزدیک میکنه به زمان خود ایسای مسیح باید. و زمانی که شاگردای مسیح هنوز زندن و دارن این پیغام رو بشارت میدن یکی از اون اتهاماتی که بین کلاب شما هست خب من خیلی توی ایران بیشتر بودم با بچه که از بکراند گذشته اسلامی میومدند و به لحاظ اینکه توی کشور اسلامی زندگی میکردیم بالاخره مسلمان های عزیز برادران اه. و خواهران اسلامی اینها خیلی انگشت اتهام میزدن که خب این چیزایی که شماها دارید میگید اینها رو بعدها ها مسیحی ها اضافه کردن اه. یا مثلا این کار غربی ها مثل، مثلا سیاسی میکردن و میگفتن بعدها این ها اینها نوشته شده بل. که مثلا جوانی ما رو مثلا فریب بدن و اینها ولی بر اساس م... چیزایی که در تاریخ و اسناد تاریخی <applause> که الان امروز داریم و شما دارید بهش <تص> اشاره میکنید ببینیم که پس اینا چیزای تازه‌ای نیست بله بله نه مدارک قایت... بله حالا پس میخوایم صحبت رو ادامه بدیم جلو ببریم <تص> <تص> من میخوام که از این کتاب The Case for Christ Listrobo <تص> <تص> استفاده کنم <تص> و... پرونده برای این <تص> <تص> بله مرسی <تص> آقا شما هم انگلیسیتون داره خیلی خوب میشه و دارید منو خوب دارید کمک میکنید خدا رو شکر میکنم برای این همکاریتون میخوام که Uh, اشاره بکنم به یه نکته خیلی مهمی میگه که تستینگ دی آی evidence uh, آزمایش کردن شهادت uh, آزمایش کردن شواهد شوا... آزمایش کردن شه ش... شواهد شهادتها شهادت دهنده ها آی ویتنس یعنی شهادت دهنده ده. کسی که میگه من شاهد این قضیه بودم و چه شواهدی رو ارائه پس میخوایم آزمایش کنیم شواهد این شهادت دهنده ها رو منظور از به چالش بکشیم آره. اون شاهدین آره. رو که آره. آقا ما چند تا شاهد داریم چند تا شاهد داریم و این شاهدین منظور از شاهدین کسانی هستند که زندگی مسیح رو نوشتن متا مرقس لوقا و یوحنا اینجا شاهدین ما هستند میخوایم آزمایش کنیم ادعاهای این شاهدین رو و شواهدشون رو خب و نکته خیلی جالبی رو مطرح میکنه میگه که نکته اول میگه ده انتنشن تست اصلا باید انتنشن یعنی هدفشون نیتشون رو باید آزمایش کنیم منظور منظور چیه؟ یعنی اینکه آقا ما یه متن داریم ولی اصلا خود این متن ادعای میکنه که هدفش گفتن حقیقته ببین یه متنی میتونه داشته باشه یه متن خیلی قدیمی ولی این متن فقط شعر باشه این متن فقط یک افسانه باشه این مت فقط یک نصیحت و پند باشه این مت فقط یک متن کلمات قصار باشه آره کلمات قصار پند و اندر آره همین آره یعنی اصلا خو... ما... ما چند تا شاهد داریم ولی آیا این شاهدان اصلا ادعای این که میخوان حقیقت تاریخی رو بگن رو میکنن یا نه یا نه خب تو این وقت کمی که داریم من میخوام شما از انجیل لوقا برامون لطفاً بخونی انجیل لوقا به عنوان یکی از شاهدان ماست فرض کن بنده و شما الان تو دادگاه نشستیم مثل یک قاضی دعنیم. و میخوایم نگاه بکنیم که آقا این انجیل لوقا نویسندهش خودش چه ادعایی داره درباره بیوگرافی مسی... زندگی مسیحی که داره اینجا بله. ارائه میده واسه من از آیات اول فصل یک انجیل لوقا لطفا بخونید خواهش میکنم ایشون میفرمایند که از آن جهت که بسیاری دست خود را دراز کردند به سوی تعلیف حکایت آن اموری که نزد ما به اتمام رسید اوکی okay, شما هم از ترجم قدیم طبق معمول بله. که منم نمیفهمم میگه از عزو... در... ب... میگه به خاطر اینکه خیلی ها سعی کردن که از این افراد دیگه هم دارن اناجیلی و... می یا دارن یه چیزایی رو تحضی... می درباره زندگی مسیح دقیقا. آها آه... در به اون چیزایی که ما خودمون دیدیم یعنی میگه نزد ما به نزد ما این خیلی جالبه نکته چنان که آنانی که از ابتدا نظارگان و خادمان کلام بودند به ما رسانیدند آره. از خود لوقا میگه من یکیشون نیستم آه. من از ابتدا با مسی نبودم ولی از اونایی که از ابتدا با مسی بودن دیدن و ازاردان دیدن ازاردان و با مسی که... زندگی کردن حالا به ما رسیده جاید. به ما رسیده خب میگه من نیز مصلحت چنان دیدم که همه را من البدایت به تدقیق در پی رفته به ترتیب به تو بنویسم ایتیو فول سعی میگه سعی کردم که همه اینها رو اتفاقاتی که افتاده حالا به ما رسیده بس. خودم در موردشون داره سختی... به یه شخصی تیوفولیس که حتما یک از حامیان هست از این کتاب رو بنویسه داره تقدیم میکنه به یه شخصی به نام تیوفلیس و میگه ب... ب... آیه بعدش بچ اه... تا صحت آن کلامی را که در آن تعلیم یافته ای دریابیه پس تا صحت بس ببین این پیغام ها فقط قصه و داستان و پند نیست اینا فقط حرف های قشنگ نیست اینا فقط گفتار نیک کردار نیک پندار نیک نیست اینا یه اتفاقهایی که تو تاریخ افتاده شاهدینش که با مسیح بودن به ما گفتن و منم رفتم تحقیق کردم اینا رو به ترتیب بنویسم که چی تا تو صحت حقیقت این تعالیمی رو که به تو رسیده رو تو بتونی داشته باشی در اعمال نام. رسولان نام. هم البته این چنین سبک نگارشی رو در باب اول داره نام. که اگه بخواید بعدا نمیخوام وارد اعمال بشی جمله رو تموم کردی من حرف شما رو قطع کردم نه همون تا صحت آن کلامی رو که در آن تعلیم یافته دریابی و بعد از اینجا به بعد دیگه شروع میکنه اوکه. در ایام پس، هیرودیس پس و... حالا اقلا حالا عقلا نویسنده ادعا داره که داره حقیقت رو می نویسه دارست. اقلا ادعا می حالا وقتش نیست ولی تو خود انجیل یوحنا هم فصل 20 آیات خیلی مشهوری هست یوحنا فصل 20 نمیخوام آیشو نگاه بکنی آیه 31 که میگه اتفاقای دیگه هم کاره خیلی کارهی دیگه مسیح کرد ولی من اینا رو نوشتم انقدر, تو انقدر نوشتم که شما ایمان بیارید و از طریق ایمان به عیسی مسیح حیات پیدا بکنید با. پس اقلا نویسنده های اناجیل ادعا دارن که اینا قصه و داستان افسانه نیست با. این اتفاقایی که افتاده شاهدین دیدن و حالا دارن شهادت اونا رو ارائه میدن به کلیسا این تو این نکته رو که دیگه وقتمون تموم شد بعد ادامه میدم حالا تو وقت مرسی از توضیحاتتون به بخش بعدی میریم دوستان عزیز بیننده با ما همراه باشید در بخش بعدی دستان عزیز به استودیو برمیگردیم گردیم و مطالب خودمون رو ادامه میدیم ساسان جان داشتیم از انجیل لغا میخونیم و شهادتی که لغا در با انجیلش میده که چطور صحت این کلام رو میرسونه و ادعا میکنه که این کلام صحیحه من فقط خواستم که اضافه کنم که یک شهادت دیگه ای هم در با نویسنده انجیل یوحنا داریم که رساله هم ازش دست داریم سه تا رساله اول و دوم و سوم یوحنا رو داریم در عهد جدید در رساله اول فصل اول ای چند آیه است که من فکر میکنم که اینم کمک کنه به, به برنامه ما میفرماید که آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیدیم خودمو خودمون شنیدیم و به چشم خود دیدیم آنچه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد اون رو تجربهش کردیم یا لمسش کردیم درباره کلمه حیات و حیات ظاهر شد آن را دیده ایم و شهادت می دهیم و به شما خبر می دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد از آنچه دیده و شنیده ایم شما را اعلام می نماییم تا شما هم با ما شراکت داشته باشید و اما شراکت ما با پدر و با پسرش آمین توی اول پتروس هم پتروس هم یه همچین چیز می... چیزی میگه که ما این داستان رو اختراع نکردیم اینا رو ما واقعا دیدیم من. حالا دیگه نمیخوام الان نگاه کنیم من. به, همین حال پس میخوام بگم که نکته اول حالا یه متنی میتونه ادعا بکنه که داره حقیقت رو میگه ولی اشتباه عذاب در بیار. ولی نکته اول اقلا میخوایم اینجا مطرح بکنیم که اقلا نویسنده این اناجیل با نیت اینکه فقط اینا یه سری پند و اندرز و افسانه است این کتاب رو ننوشتن با این نیت نوشتن که نشون بدن اینا اتفاقایی که صحت تاریخی داشته و شاهدین عینی این اتفاقا رو دیدن و گزارش کردن نکته اول نکته دوم که نویسنده اشاره داره میکنه داریم داریم, داریم 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 یه متنی رو میخوایم ارزیابی بکنیم از نظر تاریخی اینو واسه هر متنی باید انجام داد یعنی هر متنی باید بدونیم که اگر میخوایم ازش ببینیم که چه حقایق تاریخی در میاد این, رو، این, این فقط امتحانهایی نیستش که به کتاب مقدس ربط داشته باشه هر کتابی که اشاره ای میکنه به تاریخ میشه اینطوری تجزیه تحلیلش کرد نکته دوم دی ابیلیتی تست توانایی آزمایش توانایی پس نکته اول اینتنشن تست بود نیت و هدف این نویسنده ها چیه نکته دوم تواناییش رو آزمایش توانایی یعنی یه نفر شاید دوست داشته باشه یه متنی رو بنویسه درباره تاریخ ولی آیا اصلا تواناییش رو داره دسترسی داره به منابع اولیه استحقاقش رو داره این کلمه است، است، است. اون،, اون حالا یه چیز صحبت شخصیت اون یه داستان دیگه است ولی مثلا بنده یکی بنده خیلی متاسفانه باید اقرار اعتراف بکنم که بنده از نظر آشنایی با تاریخ ایران خیلی ضعیفم خیلی تاریخم خوب نیست یعنی زیاد نخوندم حالا مثلا یکی من بگه که ساز جان شما بیا تاریخ تاریخ زمان صفوی رو شما بنویس در ایران بنده که تو استودیو بشینم به من یه قلم کاغذ بدی من فقط اسم شا رو بنویسم هیچ منبعی الان من تو دستم نیست من توانایی نوشتن تاریخ زمان صفوی رو ندارم تاریخ قاجارش هم ندارم تاریخ شما مثل ریاضیات بنده احتمالاً <تصفح> خواستن که یکی حقیقت رو بگه و تواناییش رو داشتن دو, دو چیز مختلفه حالا آیا این شاگردا این این شاهدینی که تو دسترس داریم تواناییش رو داشتن دوباره بعد این آزمایش بکنیم که بله تواناییش رو داشتن حالا اینجا صحبت رو نویسنده داره به کج منظور از تواناییش چیه اینجا خیلی ها اشاره میکنن توی به خصوص تو دنیای مدرن امروز چون ما خیلی تکیه میکنیم تو دنیای مدرن به نوشته متون نوشته شده سبت بل... شده به عبارت بله متون نوشته شده در دنیای زمان مسیح و خیلی تاریخ اکثر تاریخ بشریت اولین شواهد تاریخی مکتوب ن... نیست معمولا چیه شفاهیه خب یعنی اکثر اکثر افراد شفاهی چیزی رو میدیدن و میشنیدن و حفظ میکردن و تکرار میکردن از سینه به سینه نصب به نصب میرن من, من خودم نه. یادم ما وقتی ایران رباریتی. بودیم بچه که بودم باید یه عالم شعر حفظ میکردیم آره بنده وقتی شعر حفظ میکردن بعد از اینکه امتحان تموم میشد امتحان سلس سوم دیگه اون شعرها از خاطره میرفت ولی پدرم بعد از یه عمری هنوز شعرهایی دارم که از بچگی حفظ کرده بود میتونست بخونه الان خود ما تو ایران چقدر افراد داریم که یک عالم شعر از حافظ و مولانا و سعدی بله. توی جامعه اسلامی یک عالم افراد هستن که قرآن رو حفظ کردن قرآن تقریبا از نظر مقدار متن سه چار نزدیک یه کمکی کمتر از عهد جدیده از نظر مقداره ولی کل قرآن رو خیلی ها حفظ کردن پس حالا توی وقتی نگاه میکنیم چون یه ده انتقاد میکنن که خب این همه تعالیم مسیح رو چطوری بعد از حالا 20 30 40 سال نوشته شده اون موقع آه. که میکروفون نبوده ضبط صوت نبوده نام کتاب نمی نوشتن پشت سر مسی بله مط... قلم و نمیدونم چرم و کاغذ و اینا بوده تورات نوشته شده بوده ولی خیلی از حرفای مسیح رو شاگرداش حفظ کردن چرا چون توی یه فرهنگ شفاهی دارن زندگی میکنن که یهودیا یک عالم از تورات رو حفظ میکردن دارد. و خیلی از حرفای مسیح وقتی ترجمهش چون مسیح که خب به آرامی موعظه میکرده به زبان آرامی خیلی از حرفاش حتی به زبان آرامی وقتی در میاریم حالت شعر و حالت مثل زربول مسئله کوچولو داستانهای کوچولو مثلا یکی میگه که واسه یک آدم غربی مثلا موعظه سرکوی یه چیز خیلی بزرگیه این سه فصل این همه فصل مثلا متا پنج تا ولی واسه یه شخص شرقی حفظ کردن موزه سرکو همچین کار شق القمری نیست چون توی فرهنگ های شرقی ما و به خصوص فرهنگ های قدیم حفظ کردن یه چیز خیلی عادی بوده پس این صحبت اینه که نه تنها مسیح توی فرهنگ یهودی شفاهی که دائم یهودی دارن تورات رو حفظ میکنن تعالیم ربای هاشون رو حفظ میکنن یکی از خصوصیت یک شاگرد خوب یهودی اینه که بتونه عالیم ربای یا معلمش رو حفظ بکنه و بتونه ارائه بده. پس توی ف... ب... بچه مسیحی که چند سال تعلیم میده، موعظه میکنه، شفا میده، برکت میده جامعه رو، شاگرداش باشن، بارها و با بارها این پیغامو خودشون از مسیح شنیدن، موعظه هاشو تو جاهای مختلف شنیدن، سالیان سال دارن اینها رو بعد از قیام و رستاخیزش رست، رستاخیز و سعودش دارن این رو تکرار میکنن توسعه میدن پس این تواناییش رو دارن صحبت ما اینجا میگم خیلی این مسئله مسئله که از نظر آکادمیک خیلی روش بحث هست از نظر اینکه یه متن وقتی شفاهی حفظ میشه الان من نمیتونم واردش بشم ولی نویسنده داره اینجا اشاره به این میکنه که اینا تواناییش رو هم داشتن و فقط هم صحبت یه شاهد دو شاهد نیست یک عالم شاگردان مختلف هستند که پیغام رو میتونن چک بکنن با هم دیگه تایید بکنن که از مسیح چی شنیدن این پس نکته دومیه که نویسنده اینجا میگه که نه تنها اینها میخواستن نه تنها میخواستن حقیقت رو بگن بلکه تواناییش رو هم یکی از نکاتی که شما اشاره کردید به اینکه فرهنگ اون موقع این بوده که خود عادت داشتن از معلمینشون چیزایی که میشنیدن حفظ کنن علاقه اونها به سبک شعر بود و سبک شعر ابری یا بهتر اینطوری بگیم صنعت شعر ابری وقتی امروز ما نگاه میکنیم به تاریخش یا به صنعتش ببینیم که اون توازی و تکرار دو تا از صنعت های مهم شعر ابری درش تکرار شده در کلماتی که مسیح میگه بله. و به خاطر همین اونها خیلی راحت اینا رو توی ذهنشون بله. می و خیلی بله. عادی بوده بله. که بله توی فرهنگ شفاهی خیلی و خیلی هم وقتی که میگم خیلی این بحث پیچیده است من خودم یه دوستی دارم تز دکترا شده و این زمینه نوشته دوست. ولی انقدر تحقیقات شده که وقتی توی فرهنگ شفاهی یه داستانی تکرار میشه از طریق افراد مختلف بله. چقدر اون داستان یکسان باقی میمونه چه جزئیات اون داستان فرق پیدا میکنه توی تکرار سینه به سینه شفاهی و درست همون استاندارد درصدی رو توی این اناجیل میبینیم که یه صحبت مسیح متا چطوری اون رو نقل قول میکنه لوقا چطوری نقل قول میکنه آه. یه قسمت زیادش شبیه همه یه جاهای دیگه هم با هم فرق میکنه حالا درباره اونم با هم صحبت خواهیم کرد پس میخوام بگم که توی این فرهنگ شفاهی و فرهنگی که حفظ کردن یه چیز خیلی عادی هست و خیلی هم تایید میشه در جامعه یهود یه و اینی که تعداد زیادی این افراد شاهد زندگی و خدمت مسیح هستند و میتونن تایید بکنن که کی داره درست این حرفا رو تکرار میکنه این یه چیز خیلی غیرممکنی نیست که برای 20 سال 30 سال این تعالیم مسیح از طریق شفاهی داره ادامه پیدا میکنه به اضافه این که نه فقط شفاهیه و حتی برای اون دهه های اول بلکه یه سری هم نوشته, هست. نوشته شده چون وقتی شما خودت از انجیل لوقا خوندی خود لوقا که ما حالا گفتیم با فاصله زمانی سی سال شاید حتی برنه. یا چل سال از زمان مسیح نوشته شده بعد از سی سال لوغا اشاره میکنه که افراد دیگم نوشتن از اون جهت که بسیاری آره پس اولی که. نوشته نیست یعنی حتی زیر سی سال یعنی شاید حتی تا مدت 20 سال ما نوشته داریم از زندگی مسیح پس میخوام بگم که توی این با این دید وقتی نگاه میکنیم صحبت این نیست که خب صدها سال گذشت تا این اناجیل نوشته شد یک عالم استوره وارد شد نه فاصله زمانی کمه شاهدین ادعا میکنن که دارن حقیقت تاریخی رو مینویسن اون چیزی که دیدن و شاهدین قابلیت و توانایی انتقال دادن صحیح رو دارن نکته سوم به وقتمون هم دیگه تموم شد توی این برنامه آج. که اینو شو اشاره کردی این دیگه نکته خیلی سریه نکته سوم میگه the character test آزمایش شخصیت آیا اینا شخصیتش رو داشتن؟ یعنی چی؟ آیا شاهدین وقت... و... یعنی خود همین آقایی که کارگاهه و در... یک کتاب دفاعیه نوشته آه. میگه وقتی یه شاهدی میاد یه حرفی رو میزنه یکی از نکته های باید به شخصیت این شاهد نگاه کنیم که آیا خودش آدم راستگویی هست یا آدم چاخانی دروغگویی نیت بدی داره یکی بهش یه پولی داده اومده حرفی بزنه افتخاقش داره آره حالا این اشخاصی که اومدن ادعاها رو درباره مسیح کردن آیا خودشون دنبال پولن دنبال ثروتن دنبال مقامن آدمای شارلاتانی هن که میخوان سوار دیگران بشن سوء استفاده کنن از قدرت دینی و مذهبی میبینیم نه خود کلیسا شهادت میده که همشون برای مسیح شهید شدن، زندان رفتن، شلاق خوردن، تبعید شدن و خودشون میبینیم که چقدر با فداکاری خودشون رو فدیه کردن برای بنای کلیسا و توسعه انجیل یعنی آدمایی نیستن که از طریق پیغام انجیل ثروتمند شدن نمیدونم سواری کشیدن پس میبینیم که و خودشون تعالیمی رو که از مسیح دارن نقل قول میکنن زیباترین تعالیم اخلاقی بشریه حقیقت رو گفتن به دشمن محبت کردن به خدا در سختی ها اعتماد کردن پس افرادی که زیباترین تعالیم اخلاقی رو دادن جون خودشون هم برای این پیغام دادن هیچ سودی هم نبردن حالا پس اینم پس خودش یه نکته خیلی مهمیه دوست. که نشون میده که این اف... شهادت این نویسنده ها رو ما نمیتونیم زود کنار بذاریم نادیده بگیریم, نادیده بگیریم. و خود اینم یک فاکتور مهمیه در صدا... شخصیتشون خودش یکی از تایید کننده های صداقت پیغامشون معتبره اعتبار میده به پیغام مرسی ساسان جان از صحبتهایی که کردی و توضیحاتی که دادی وقتمون به پایان میرسه دوستان عزیز بیننده تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ بدرود